سلام و لشکر خستگی ناپذیر، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو جن رو با هم قراره بشنویم، ترک چهارم آلبوم نشد بگم از صادق. کتاب اینجا صادقی جنریک رو داشتیم، صادقی قابل پیش بینی رو داشتیم. به هر حال لینک موزیک توی دیسکریپشن گذاشته شده، از کانال یوتیوب صادق بریم کارو گوش بدید. به جز لینک موزیک، لینک کانال یوتیوب من و رامتین یعنی دلول، لینک کانال یوتیوب من و نیما اسم نداره هم توی دیسکریپشن قرار داده شده، چک کنید اونجاها رو اگر دوست داشتید و اگر پادکست دوست دارید که حتما سر بزنید، احتمالاً خوشتون میاد از ویدیوهای اون کانال. اگر فور کارو با چی توی کامنت بریم بشنویم ترک چهارم از آلبوم نشد بگم جن رو از صادق از کانال یوتیوب صادق بریم. تو توی کم من جرأت دیدم، بیا جلو بهت فرصت میدم، بیا دستاتو به دستام بده، نمیذارم اون چی که پشتت میگن اینا قدرت و لاف میزنن، اسم شعور بیاد آفت میزنن، من و تو اهل این جزیره ایم، اینا یه لحظه جاماشن تاف میزنن، پس فکر کنن با چی عمل. من و تو اهل این جزیره ایم، اینا یه لحظه جاماشن تافت میزنن. تافت زدن میتونه استعاری باشه، من تافت به چیزی میزنی که وایس هم اونجوری دیگه. من تو اهل این جزیره ایم، اینا یه لحظه جامعه باشن تافت میزنن، یعنی دوست دارن جامعه ما بمونن، واسه همین تافت میزنن که مثلا اون مدلی بمونن. من تو اهل این جزیره ایم، اینا یه لحظه جامعه باشن تافت میزنن، پس فکر کنن با چی عملم، باس معنی جملت جویدن درات، اونقدر تو سلطه پیدم که من واژه جنگ دیگه غریب است برام، فرار کنم من سر به زیر که دل میبنده به یه قلب پیر، نگوی حرفو صد بار نگو مگه دریام میشه از قطره سیر، با پا میرم رو اعتقادت من دقیقاً جملت جویدن درات، اونقدر تو سلطه پیدم که من واژه جنگ. حالا خداوکیلی این ترک نظرم بهتر از ترک های قبلیش، حداقل ملموس بیتاش ربطشون به هم دیگه، مثلا تو یه بیت از یه چیز صحبت میکنه یه بیت از یه چیز دیگه، بیتاش به هم دیگه بهتر ربط داده شده. یه غریب است برام، فرار کنم من سر به زیر، نرم دل میبنده به یه قلب پیر، نگو یه حرف و صد بار نگو مگه دریام میشه از قطره سیر، با پا میرم رو اعتقادت من دقیقا اونم که ادعاته، قله میشم واسه کلی فاته، با سنگ به من زدن اشتباهه، از چاله میپری به چاه به پام، من چند سال پاک شده رد پام، تو رو گم شدن میکنه کله پات، حالا راه بیاد کل گله وات، یه وقتا میسوزه دل براتون، جام زهر خوردن دل براتون، امید دارید چه سخت براتون، جناس تام میسوز دل براتون، جام زهر خوردن دل براتون، امید دارید چه سخت براتون، لاشه مرده باوراتون، من به لطف بارون لطیف، رو به رو میشه قانون ضعیف، خیلی وقت خوشبختم حیف، توی من میشه بارون حریف. ها؟ خیلی وقت خوشبختم حیف، تو خیلی وقت خوشبختم حیف، توی من میشه بارون حریف. روم روم چون روم اتاقی که منظورش نیست احتمالا، من به لطف بارون لطیف، روبرون میشه قانون ضعیف، من لطیفم هم همچنان قانونم، یعنی انقدر گندم انقدر خفنم قانونم جلوم ضعیف میشه، یعنی هی بد دارم قانون ازم میترسه و شکسته میشه. توی ترک های قبلتر گفته بود که قانون اینجا قوی تر از آدمان، سطحش خیلی گنگه، سطح گنگ مثلا خیلی بالاست. ایه اشتباه، ایه یادتون بیاد ترک دو گفته بود برای دشمن، رو به رو میشه قانون ضعیف، خیلی وقت خوشبختم حیف، توی من میشه باروم حریف. همین رو میگم، جا گذاری کنم مثلا توی من میشه باروم حریف، چطور میشه معنی برداشت کردش؟ واقعا نمیدونم. باز میکنم بالم و باز پر میشه اسمم تو دهنت، خالق بازی بی مهر اتاس، لخته میشم مثل خون تو سرت، باز حسای رو جمع خراس، رهبرشون توی هول و بلاس، ولی دنبال جمع ما پول و تلاس. مکتب یکی دیگه از چیزایی که تو لیرکس صادق توی اجرای صادق من الان به گوشم خورد، الان دقت کردم کیدنس جذاب نداره. اگه دقت کنید قاف، ببین مهمترین قسمت بیت، مهمترین قسمت بار کجاشه؟ قسمت قافیه‌اش. مهمترین کلمه توی یک بار قافیه است. نوع تلفظ قافیه خیلی اهمیت داره.
خیلی اهمیت داره. حالا اینکه چه جوری اون قافیه رو تو تئوری بچینی، بعضی مدل قافیه ها هست، بعضی مدل قافیه چینی ها هست که حالا تو لیریکس صادق اونجوری نیست، ولی اینجوریه که مثلا قافیه رو از جمله وردار حذف کنی اصلا معلوم نیست اون جمله چیه. یعنی چی میگم؟ قسمت کلیدی جمله رو از لحاظ معنی توی قافیه به تو میدن. بعضی وقتا هم تو بیت اینجوری نیست، بعضی وقتا بیت فقط راجع به قافیه فقط تکمیل میکنه جمله رو، مثلا قبل از اینکه قافیه بیاد تو جمله واسط معنی پیدا کرده، بار واسط معنی پیدا کرده. خالق بازی بی مهر و تاسل لخته میشون مثل خون تو سرت، واضح سایه رو جمع خراس. آره ساده کلا قافیه رو بده نده معلوم نیست معنی جملهش، ولی نه ساده کیدنس و نوع تلفظ قافیه هاش خیلی ساده است، واقعا هیچ فرقی با باقی کلمات بارش نداره. این یکی از چیزهایی که تو فرم که من میگم فرم صادق همون فرم 10 سال پیشه، یکی از چیزهایی که تو فرم به نظر من رعایت میکرد بهتر میشد. بازه حسای رو جمع خراس رهبرشون چون منم مثل شما صادق گیری با صداش خاطره دارم و با موزیکاش، اصلا با اون فیتی که با امیر خلوت داشت خیلی حال میداد بهم. یعنی منم واقعا صادق رو دوست دارم، ولی خب نظرم راجب نظر واقعیم راجب این ترک اینه دیگه، راجب این ترک ها یعنی نمیتونم بگم صادق ابوالفضل رپ فارسی تو اصلا ترک بده یه ترک صادق بزرگتر است از کل نسل چهار، مثلا میتونم من این چیزا رو بگم واقعا، ولی دیگه واقعیت رو دارم میگم دیگه، واقعیت از نظر خودم، واقعیت چون مدل های مختلف داره و تعبیر های مختلف داره. تا سلخته میشم مثل خون تو سرت، بازه حسایه رو جمع خراس رهبرشون توی هول و بلاس، ولی دنبال جمع ما پول و تلاس، مکتبمون واسه جونه براس، فرقی نداره سر صبح تا شب، من این شهر رو فقط توی کام میکشم، حاجی مهم نیچی بودم چی بشم، برقی بزنم که همشون خیرشن، دیدشم پیش من لایق، میبینی برقی بزنم که همشون خیرشن. این قافیه هیچ فرقی تلفظش با قافیه مثلا کیدنس نداره در واقع. حاجی مهم نیچی بودم چی بشم، برقی بزنم که همشون خیرشن، دیدشم پیش من لای افکارم، من هنوزم با همه این لاشیا فرق دارم، اینم شک دارم دیده بد دارم، اما اونقدر بابام که نشن از بابام واسه رشد، واسه نمو موندن میشه دید از چشم خوندن، دیدن تو یه معرفتی هست که همسفری هست همسفری هست، کسی با بالا من روزم پر نزده، اون جای آسمون هم که کسی سر نزده، اونا که اعتبار ارتفاع میدونن میدونن با وجودم چیا توی خطره، پا میکوبم روی زمین فکرش که رقص ما حیوان همین شکلش، چی جوری بکنم دنیامو تو چشمش که چند سالی بمونه جز زخم و چرکش، نداره فرقی تو قلب و ذهنش که نسل بعد میسازه نسل چندش، یه فیلم میسازم از اون نقش فیکش تا بفهمن همه چیه زیر جلش. فقط اولش اگه به نظر من بهتر بود. اصلا من اصلا این یکی ترک و فلسفه شو نفهمیدم واقعا، یه سری فلکس داشت میکرد ولی با قلم خود اصلا قلم فلکس ناپذیری داره صادق، به خاطر اینکه مدل اصلا دلیوریش دلیوری فلکس کردنی نیست خیلی، دلیوریش دلیوریه که بشینید کنار شومینه سیگارتو روشن کنی با ویسکی مثلا بشینه واسه درد و دل کنه آروم شی، همدردی، یعنی همدردانه است دلیوریه، دلیوری همدردیه کلا دلیوری صادق، اسمش هم صادق دیگه، نوع استفاده از اون حنجرش اون رنج صداش اون رپ وایسش همه اینا مثلا نوع کلمه چینیاش نوع چیدن کلماتش کنار هم دیگه، واژه‌ای که استفاده می‌کنه واژه‌ای فلکس کردنی نیست، خیلی فروتن‌تر از این حرفا میزنه باشه و میطلبه باشه به نظر من ساده. یه سری فلکس داشت می‌کرد اینجا، حالا من نمی‌دونم از زبون جنی که اسم تک تو جن، واقعا میگم فلسفه‌شو نفهمیدم، مثلا منظورش این بود که من مثل جن میمونم که شما قدرتمو نمیتونید اصلا چیز کنید و چی میگن، از زوایای مختلف داشت خودشو تشبیه می‌کرد به جن دیگه، نمی‌دونم واقعا این کار داشت می‌کرد یا نه، اصلا هیچ چیزی راجبی ترک نفهمیدم و به نظر من در هم ترین چک این آلبوم بوده تا اینجا و نبود دیگه، من همه ترک‌ها اصلا حداقل ترک قبلی‌ها موضوعش مشخص بود، اینجا من موضوع خاصی خیلی دریافت نکردم از ترک، اصلا فلوی آخر ترک واقعا فلوی بدی بود، قافیه‌های آخر ترک واقعا قافیه‌های خوبی نبودن و به امید بهتر بودن سه تا ترک بعدی سه تا ترک دیگه مونده از آلبوم، من واقعا کمترین ترکی که تاچ کرد تا اینجا همین ترک بود و به همین صورت شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک، این ریاکشن ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو دوست نداشتید، خسته شدم 4 تا ریاکشن ضبط کردم واقعا، برم یه سانس دیگه بخوابم، ویدیوهای کانال رو اگه دوست داشتید و دوست دارید سابسکرایب یادتون نره فشار بدید، زنگول بغل سابسکرایب هم برای کسایی گذاشته شده که ویدیوها رو دنبال میکنن و میخوان از ویدیویی جانمونن، اگه روی زنگول فشار بدید یوتیوب از طریق نوتیفیکیشن آپلود بعدی رو به شما خبر میده، مواظب باشید تا ویدیوی بعدی فور گنگ.